با سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه مشاور شما از شبکه تلویزیونی AMG، مهرام ارژنگی هستم، مشاور املاک از تورنتو کانادا، با یک برنامه از سری برنامه های در مورد ریل استیت در خدمت شما هستم. همونطوری که همکار عزیزم خانم افسانه اصغری توی برنامه قبلی اعلام کردن، این برنامه در مورد اجاره و قوانین مربوط به اجاره هستش. عرضم به حضورتون برای کسایی که توی استان اونتاریو زندگی میکنن یا مهاجرین جدیدی که تازه اومدن تورنتو و در اطراف تورنتو یا خود تورنتو سکنا گزیدند و هنوز خونه نخریدن و دارن خونه اجاره میکنن، قابل توجه اونا هست این برنامه. این برنامه به درد کسایی که اینجا خونه دارن و خونهشون رو اجاره دادن به مستاجرای، حالا چه مهاجران ایرانی چه مستاجرای خارجی از هر ملیتی اجاره دادن، این برنامه برای اونا هم مفید هست، مخصوصا اینوستورا، کسایی که تو کار رنت دادن قسمتی از خونهشون هستن یا حتی پراپرتی هایی دارن که دارن رنتش میدن. کلن قوانین مالک و مستاجر طبق قانونی هست به نام Residential Tenancy Act که رگولیت میکنه رابطه بین مستاجر و مالک رو. ما توی برنامه امروز تو بخش اول در مورد حقوق مستاجرین صحبت میکنیم و یعنی تننت ها، و در قسمت دوم برنامه در مورد حقوق مالکین یا لندلورد صحبت خواهیم کرد. تننت ها در حقیقت قوانین تننسی اکت به اکثر مواردی که شما خونه رو اجاره میکنین اطلاق میشه، به غیر از چند مورد به خصوص، مثل اگر که مستاجر حمام، دستشویی و آشپزخونه رو با صاحب خونه داره شیر میکنه، قوانین تننسی اکت بهش اپلای نمیشه، اون از قوانین تننسی اکت میاد بیرون. یعنی شما اگه کسی رو بگیرین که باهاش با شما هم خونه باشه و همون آشپزخونه رو از شما استفاده کنه یا همون سرویس های بهداشتی رو با شما استفاده کنه، شما این قوانین بهش اطلاق نمیشه. مورد دیگه ای که هست که قوانین تننسی اکت بهش اطلاق نمیشه، اجاره های کوتاه مدت فصلی هست. فرضاً شما دارین میرین شمال تورنتو یه دونه مثلا ویلا یا به قول معروف کاتجی رو دارین اجاره میکنین برای 2 هفته، این قوانین برای اونها اطلاق نخواهد شد. ولی بقیه موارد، تو اکثر موارد قوانین تننسی اکت بهش اطلاق میشه. یکی از مواردی که خیلی مهمه اینه که لندلورد حق ورود به خونه تننت رو نداره بدون اجازه. یعنی لندلورد حداقل باید 24 ساعت تو اونتاریو به صورت نوشتاری، کتبی یا با تکست، یا اگر که بهتره با تکست باشه یا نامه باشه، به لندلورد اطلاع بده که من 24 ساعت بعد در این ساعت میخوام بیام خونه تو رو ویزیت کنم و به این علت. وگرنه لندلورد نمیتونه هر وقت که خواست بیاد در خونهتون رو بزنه، در رو باز کنه، بیاد بره تو ببینه چه خبره، مگر اینکه اتفاق امرجنسی افتاده باشه، لوله آبی ترکیده باشه، آتش سوزی باشه، که اون موارد امرجنسی موارد خاصی هستن که میتونه لندلورد وارد خونه شما بشه. یکی دیگه از حقوق تننت ها این هستش که شما باید اجارتون رو به موقع پرداخت کنین. شما اگه اجارتون رو به موقع پرداخت نکنین، لندلورد شما میتونه بره و شکایت کنه از شما. اگه که اجاره های پرداخت نشده پشت سر هم داشته باشین، میتونه بره حتی حکم تخلیه شما رو بگیره و شما رو از اون جایی که دارین به قول معروف بیرون کنه. یکی دیگه از حقوق دیگه‌ای که به تننت ها اطلاق میشه، به مستاجر اطلاق میشه، اینه که شما خونه ای رو که اجاره میکنین باید در حد نرمال تمیز و مرتب نگه دارین. نمیتونین یک خونه ای رو بگیرین اجاره کنین و بگین اینجا خونه خودم، هر کاری توش دارم میخواد، و خونه رو کثیف کنین. مثلا بعضیا هستن اینجا بهشون میگن هوردر. هوردرها معمولا میان و هر جور آشغالی رو جمع میکنن و خونه کثیف میشه، مواد غذایی رو بیرون نمیریزن، میمونه فاسد میشه، بو میگیره، پشه میذاره، این مشکلات رو ایجاد میکنه. ولی به عنوان یک تننت شما وظیفتون هست که خونه رو در حد استانداردی که بقیه مردم دارن خونهشون رو تمیز و مرتب نگه میدارن، تمیز رو مرتب نگه دارین. یکی دیگه از موارد دیگه‌ای که تننت‌ها باید توجه داشته باشن این تعمیراته.
اگر شما به عنوان تنن توی خونه زندگی میکنین و قسمتی از خونه رو خراب میکنین، یعنی دمیج میشه، حالا این دمیج میتونه دمیج به قول معروف اینتنشالی باشه، یعنی عمدن شما این کار رو کردین، یا میتونه به خاطر عدم دقت کافی باشه. فرض کنیم شما دارین اسباب کشی میکنین، یه اسبابی دارین میبرین، موب خریدین دارین میبرین، قصد اینکه دیوار رو داغون کنین ندارین، ولی موقع اپل آوردن پایین مبله دستتون در میره، میخوره دیوار، نصف دیوار درایوال میشکنه میاد پایین. خب این وظیفه شماست که این تعمیرات رو انجام بدین. یا اگر مهمون شما این کار رو میکنه، حالا این موقع هستش که شما خودتون هم این کار رو انجام نمیدین، ولی یک کانترکتوری که تو خونه شما هست، باربری که داشته اون مبل میبرده، یا مهمونی که داشته کمک میکرده یه وسیله رو ببره بیاره تو خونه شما، این آسیب رو به خونه میرسونه، ولی باز هم وظیفه شماست که این تعمیرات رو انجام بدین و خونه رو وقتی به لندلورد تحویل میدین در خاتمه قراردادتون، به صورت همونجوری که از خونه رو تحویل گرفتین تحویل بدین و این تعمیرات رو انجام بدین. یکی دیگه از مواردی که تننت‌ها خیلی باید توجه کنن، مخصوصا تننت‌هایی که تازه از ایران میان، اینه که شما حق عوض کردن قفل رو ندارین. بدون اجازه لندلورد شما نمیتونید قفل خونتون رو عوض کنید، چون طبق قانون لندلورد باید کلید خونه شما رو داشته باشه، یک کپی از کلید خونه شما رو باید داشته باشه که در مواقع ایمرجنسی اگر شما نباشین بتونه اکسس پیدا کنه و بیاد داخل خونه شما. اینه که این رو دقت کنید که شما نمیتونید سرخود برین فرزند آپارتمانی اجاره کردین، بیسمنتی اجاره کردین، خونه اجاره کردین، هر جایی هست، چه رنتال باشه چه ملک خصوصی کسی باشه، شما سرخود برین قفلشو عوض کنین و بعدش هم فکر کنین که جزء حق و حقوقتون هست. نه، شما نمیتونین قفل عوض کنین. یکی دیگه از مواردی که تننت ها باید دقت کنن ایجاد کردن نویزه. اگر که شما دارین در خونه زندگی میکنین، حق این که سر و صدای بیش از اندازه نرمال ایجاد کنین که همسایه های اطراف ناراحت بشن و شکایت کنن رو ندارین. حالا بعضی وقتا این سر و صدای مهمونی میتونه باشه، بعضی وقتا این سر و صدای بیزنس میتونه باشه، بعضی میان تو خونهشون کارگاه را میندازن، نمیتونین مثلا ملکی که ملک رزیدنشال و مسکونی هست شما برین توی خونه کارگاه نجاری درست کنین، هر روزم اره کنین، سر و صدای همسایه‌ها هم در بیاد و شما هم بگین خب ملک خودمه. شما حق ایجاد سر و صدا و نویز برای همسایه ها رو ندارین. یکی دیگه از مواردی که خیلی تننت ها باید دقت کنن اینه که شما وقتی دارین در یک خونه زندگی میکنین، لندلورد بدون دلیل نمیتونه شما رو اخراج کنه. لندلورد باید دلیل موجه داشته باشه، وگرنه شما میتونین همون اجاره ای که دارین سر سال هم تموم شده همون تننسیتون رو ادامه بدین. چون وقتی شما قرارداد اجاره ای رو امضا میکنین، وارد یک تننسی میشین، یعنی مستاجر میشین، و این قوانین اجاره به شما اجازه میده که شما همونطور توی خونه بمونین، ماه به ماه هم اجارتون رو بدین و بلند نشین تا وقتی که لندلورد به شما نوتیس درست بده که به چه علتی میخواد شما از اونجا بلند بشین. حالا این علت میتونه بشه، یکی از علتاش میتونه باشه که فامیلی درجه یکش داره موو میکنه اونجا، بچهش میخواد، مادرش اومده میخواد اونجا رو استفاده کنه، یا میخواد خونه رو بفروشه، یا کار دیگه داشته باشه. وگرنه شما میتونین توی خونتون بمونین، ماه به ماه اجارتون رو بدین تا لندلورد بره شکایت کنه و اونجا برین تو دادگاه دلیلتون رو توضیح بدین که من اونجا نشستم و این دلیلی که آقای لندلورد داره میاره که منو بلند کنه دلیل موجهی نیست و من میخوام اجارم رو ادامه بدم. یکی از چیزهای دیگه هم در مورد تننت ها باید متوجه باشن که لندلورد نمیتونه بی حساب و کتاب اجاره شما رو بالا ببره. لندلورد ها طبق قانون سالی یک بار میتونن اجاره رو بالا ببرن و نرخ افزایش اجاره رو معمولا برد شهری که توش زندگی میکنن، که حالا توی شهری که ما هستیم که تورنتو هست، تورنتو ریل استیت بورد برای تورنتو و اطراف تورنتو بزرگ مشخص میکنه که نرخ افزایش اجاره چقدره. اینا خلاصه بود از قوانینی که به مستاجرین اطلاق میشه. ولی توی قسمت دوم برنامه در مورد قوانینی که باید لندلورد ها متوجه باشن که دوچار مشکل نشن، این برای مستاجرین عزیز بود که بدونن حق و حقوقشون چیه، و قسمت بعدی برنامه در مورد
حقوق لندلورداست که و وظایف لندلورده که مواظب باشن که دچار مشکل نشن، چون درگیری زیادی داره که برند شکایت کنن از هم دیگه لندلورد و تننت. به هر صورت یه برنامه خیلی کوچیکی رو با هم دیگه می‌بینیم، برمیگردیم تا در مورد حقوق لندلورد ها باهاتون صحبت کنم. متشکرم. خب برگشتیم. این قسمت برنامه بیشتر در مورد حقوق و وظایف لندلورد صحبت میکنیم که ببینیم لندلوردها چه وظایفی دارن و چه حقوقی رو دارن. یکی از مواردی که لندلوردها باید خیلی دقت کنن اینه که تو اونتاریو یک ماه دیپازیت اضافه تر نمیتونین بگیرین. شما نمیتونین تننتتون رو مجبور کنین که 6 ماه یا 4 ماه یا هر چقدر ماه دیپازیت اضافه تر بده. به عنوان یه لندلورد شما فقط فرست و لست رو میتونین اجبار کنین و قانونی هست که توی اونتاریو بگیرین. اگر مستاجر هستین و تازه وارد اونتاریو شدین و سابقه اعتباری ندارین، سابقه کاری ندارین، درآمد ندارین اینجا، لندلوردها پروفایل شما رو نگاه میکنن و بهتون میگن که بهتون اجاره نمیدیم. در نتیجه بهتره که کسایی که تازه اومدن خودشون به صورت داوطلبانه بگن ما چند ماه اضافه تر میدیم که لندلورد خیالش راحت باشه که اگه شما اجارتون رو ندادین به اندازه کافی فرصت داره که بره و کورت اپلای کنه که شما رو بتونه از محل اجاره‌ایتون برتون داره. مورد دیگه ای که لندلوردها باید دقت کنن دمیج دیپازیت هست. دمیج دیپازیت هم چیزی نیست که توی اونتاریو اجباری قانونی باشه. به عنوان مثال یه دونه تننت میتونه بیاد توی خونه یه خونه رو اجاره کنه و دمیج کنه پراپرتی رو و بره بیرون و لندلورد هیچ کاری نمیتونه بکنه. در نتیجه دمیج دیپازیت هم از مواردی هستش که تننت ها باید دقت کنن که اگر که میخوان حتما محلی رو بگیرن لندلورد نمیتونه فورسشون کنه که دمیج دیپازیت بدن، ولی بهتره که شما خودتون به صورت داوطلبانه بگین که من مثلا $300 $500 بسته به نوع پراپرتی که اجاره میکنین، هیچ قانونی نداره اندازش، بگین که من دمیج دیپازیت میدم که خیال لندلورد راحت باشه که اگر اتفاقی افتاد که شما از ملکش رفتین بیرون و اگه تعمیراتی چیزی خرابی بودش بتونه از اون دمیج دیپازیت استفاده کنه، وگرنه قانونا لندلوردها نمیتونن فورس کنن. حواستون باشه لندلوردهای عزیز، نمیتونین مجبور کنین تننتتون دمیج دیپازیت بده. تنها دمیج دیپازیتی که توی استان اونتاریو قانونی هست کی دیپازیت هست که اونم دمیج دیپازیت نیست. عملا به خاطر کلیدها میتونن توی کاندومینیوم ها شما تا $200 کی دیپازیت بگیرن، اونم به خاطر اینه که کلیدهایی که توی کاندومینیوم ها استفاده میشه کلیدهای خاصی که شما توی فروشگاه معمولی مثل والمارت کنیدین تایر نمیتونین برین کپیش کنین، در نتیجه و طول میکشه زمانش که اینا ساخته بشه و تنها چیزی که میتونین اجبار بذارین لندلورد ها میتونن بگیرن کی دیپازیت هست که موقعی که قرارداد اجاره تموم شد کلیت ها رو که مستاجر برگردوند این $200 رو بهتون برمیگردونن. مورد دیگه ای که لندلورد ها دقت کنن اجاره اضافه کردن اجاره هست. توی استان اونتاریو شما سالی یک بار میتونید اجاره رو زیاد کنین و اون درصد اجاره رو معمولاً برد اون منطقه اعلام میکنه. به عنوان مثال ما که توی تورنتو و اطراف تورنتو زندگی میکنیم
تورنتو ریل استیت بورد هر سال اعلام میکنه که چقدر لندلورد ها میتونن اجاره رو اضافه کنن. این گایدلاین رو تورنتو ریل استیت بورد میده و لندلورد ها میتونن اون رو به قول معروف فالو کنن و اجاره شون رو بر اساس اون بالا ببرن، وگرنه به صورت اینکه من امسال میخوام $100 اضافه کنم یا $500 اضافه کنم عدد دل بخواهی نیستش این عدد. مورد دیگه ای که لندلورد ها باید دقت کنن پت هستش. پت چیزی نیستش که شما توی اونتاریو بگی که من این خونه رو به شما اجاره نمیدم برای که شما سگ داری یا گربه داری. پت جزو حقوق اولیه انسان هاست توی استان اونتاریو از نظر قوانین اونتاریو و شما مستجرتون رو نمیتونین بر اساس اینکه پت داره ردش کنین و بهش بگین که چون شما سگ داری من خونه رو بهتون اجاره نمیدم. یا حتی تننت ها بدونن که اگر که شما داخل محل اجارهیتون شدین بعد از چند ماه تصمیم گرفتین پت داشته باشین و بیارین پت بیارین توی خونه، باز هم لندلورد نمیتونه بر ازتون شکایت کنه که شما چرا پت دارین و شما رو بلند کنه. انفورسبل نیست، ولی خب بهتره که رابطه حسن رابطه رو با لندلوردتون همیشه نگه دارین. اگر که پت دارین حتما بهش بگین پت دارین، اونم معمولا اگر که خوشش نیاد بهتون اشاره ای میده، ولی قانوناً پت یه چیزی هستش که تننت‌ها میتونن داشته باشن. تنها موردی که قانون داشتن پت رو میتونه اوورراید کنه و کنسل کنه کاندومینیوم کورپوریشن هست. کسایی که توی کاندو زندگی میکنن میدونن که بعضی از کاندوها قوانین خاص خودشون رو دارن، بعضی ساختمون‌ها اجازه پت نمیدن، در نتیجه اونجا تننت هیچ کاری نمیتونه بکنه، بگه من پت دارم و لندلورد قوانین تننسی داره به من اجازه میده که من پت داشته باشم. نه، اونجا قانون کاندومینیوم این اوورراید میکنه و اگر که بهتون میگن که اینجا نمیتونین تو این بیلدینگ پت بیارین، دیگه نمیتونین خودتون پت ببرین. یکی از وظایفی که به عهده لندلورد ها هست اینه که محلی رو که اجاره میدن به تننت ها مطمئن باشن که از نظر سلامتی هلت باید در وضعیت خوبی باشه و وسایلی که توی خونه هست و دارین جزء اجاره هستش، مثل یخچال، گاز، ایرکاندیشن، فرنس، هر سیستم های حرارتی اینا کار کنه و در حالت کارکرد درست باشه. اگر که اینها خراب بشه وظیفه لندلورد هست که بیاد اینا رو تعمیر کنه. وظیفه لندلورد هست که خونه رو به صورت تر و تمیز و مرتب و قابل زندگی به مستاجرش اجاره بده. اگر که مواردی پیش بیاد که نیاز به تعمیرات داشته باشه وظیفه لندلورد هست که اینا رو تعمیر کنه. معمولا توی قراردادهای اجاره می‌نویسیم $50 اول یا $80 یا $100 اول تعمیرات مثل یخچال، گاز و اینها به عهده تننت هست. اینم فقط به خاطر اینه که تننت ها یه ذره ریسپانسیبل باشن و مواظب باشن که این وسایل رو استفاده ناجور نکنن. یعنی مثلا تننت در یخچال رو تا صبح باز نذاره، چون فکر میکنه که خب اگه در یخچال رو باز بذارم یخچال بسوزه، فردا صبح لندلورد من وظیفه‌شه بعد یه یخچال نو بیاره بهم بده. در نتیجه معمولا $50 اول یا $100 اول رو به عهده تننت میذارند، ولی بقیهش وظیفه لندلورد هستش که هزینه تعمیرات وسایل خونه و اتفاقاتی که توی خونه رو میفته رو بده. مورد دیگه نان اسموکینگ هست. نان اسموکینگ چیز انفورسبلیه، شما خیلی راحت میتونید بگین که من یونیتم رو اجاره میدم به شرطی که شما توی سیگار نکشین، یا اگه شما سیگاری هستین سیگارتون رو بیرون بکشین. این از چیزایی هستش که خیلی مشکل نداره و تمام لندلورد ها میتونن بگن. یکی دیگه از مواردی که توی قراردادهای اجاره لندلورد ها باید رعایت کنن اینه که شما وقتی قرارداد اجاره رو مینویسین باید تا 21 روز یک کپی از قرارداد اجارتون رو به تننت بدین. در مواردی که قراردادی نمینویسین و مستقیم خونتون رو اجاره میدین، باز هم قانون تننسی بهتون اپلای میشه. یعنی این که صرف این که شما یک قرارداد نوشته ندارین ولی دارین ماه به ماه از کسی پول میگیرین که توی خونتون داره زندگی میکنه، دلیل این هستش که رابطه لندلورد و تننتی بین شما برقرار هست. در نتیجه در این حالت هم شما تا 21 روز وقت دارین که حداقل اسم و آدرس و مشخصات خودتون رو، کجا زندگی میکنین، شماره تلفنتون چی هست، اینها رو به تننت به صورت مکتوب بدین.
این که بعضیا فکر میکنن که خونهشون رو اجاره بدن، قرارداد اجاره ننویسن و هر وقت بخوان میتونن مستاجر رو بلند کنن چون هیچ قراردادی بینشون نیست. نه، این شما وقتی خونتون رو اجاره میدین تموم شد. حالا چه قرارداد اجاره داشته باشین چه نداشته باشین، رابطه لندلورد تننتی بین شما برقرار هست. مورد دیگه ای که لندلورد ها باید دقت کنن اینه که اگر که مستاجر شما اجارهشون نمیده، شما حق قطع کردن آب و برق و گاز و سیستم حرارتی و سیستم خنک کننده رو اینا رو روی تننت ندارین. بعضی فکر میکنن که خب چون اجارهشون نداده من میتونم برم برقش رو قطع کنم، آبش رو قطع کنم. نه، اینها سرویس هایی که روی خونه، وقتی شما خونه رو اجاره دادین و این سرویس ها روی خونه هست، شما نمیتونید اینا رو به عنوان لندلورد قطع کنین چون مستاجر شما اجاره نمیده. اگر مستاجر شما اجاره نمیده، راه های قانونی هستش که باید برین اقدام کنین، فرم هایی هست که باید پر کنین، به تننتتون بدین. اگر باز هم اجارهشون نداد، اون موقع میتونین ببرین کورت و دادگاه و از طریق دادگاه پلیس میاد و این مراحل رو که ادامه بدین، پلیس میاد و این تننتی رو که اجارش رو نمیده از خونه شما بیرون میکنن. مورد دیگه ای که لالورت ها باید دقت کنن اینه که وسایل شخصی تننت رو به عنوان اجاره نمیتونین بردارین. اگر که مستاجر شما اجاره رو پرداخت نمیکنه، شما نمیتونین بیاین دوچرخه‌ش رو گرو بگیرین، بیاین وسایل شخصی طرف رو بردارین، یه چیز ارزشمند تننتتون رو بردارین و بگین که چون اجارش رو نداده من اینو گرو میگیرم تا اجارش رو بده. نه، اجاره ندادن دلیل برای این نمیشه که شما برین مزاحم تننت بشین و وسایل شخصیش رو بردارین. یکی دیگه از موارد دیگه که خیلی مهمه اینه که شما به عنوان لندلورد حق عوض کردن قفل رو ندارین که قفل خونه تننتتون رو عوض کنین و کلیدش رو به تننت ندین که تننت نتونه داخل واحد بشه. به اصطلاح هم بهش میگن لاکت اوت کردش کنین تننت رو. این حق رو شما ندارین. اگر که اجارش رو تننت پرداخت نمیکنین، شما نمیتونین در رو قفل کنین و قفل بزنین رو در راش ندین توی خونه. باید از مسیرهای قانونی برین و از طریق مسیر قانونی اقدام کنین برای اینکه این تننت رو یا اجارش رو بگیرین یا ورش دارین. موارد دیگه ای که لندلورد ها باید دقت کنن پست دیت چک هست. این خیلی ما این موارد رو داریم که لندلورد ها میخوان که تننتشون حتما بهشون چک های مدت دار بده. چک مدت دار قانونی نیستش، انفورسبل نیستش. البته راه حلی هستش که معمولا خود لندلورد تننت بورد پیشنهاد میکنه که اگر توافق میکنین بهتره پست دیت چک بگیریم برای اجاره ها که لندلورد بتونه ماه به ماه این اجاره ها رو ببره و به چکاش رو به حساب بخوابونه. ولی این که شما رو مجبور کنه و بگه که شما حتما باید پست دیت چک به من بدین وگرنه من خونه بهتون اجاره نمیدم، قانونی نیستش. در نتیجه مواظب باشین که این کار رو نکنین با تننت ها. ترجیحاً توی قراردادها ما می نویسیم که اگر که تننت موافقت کنه، ما می نویسیم که تننت به صورت داوطلبانه ما بقیه ماها رو به شما چک میده. یکی دیگه از موارد دیگه ای که خدمتتون باید عرض کنم این دیپوزیت بیشتر از یک ماه هستش که خدمتتون گفتم. اگر که شما کار ندارین، حداقل خودتون به عنوان یه تننتی که جدید اومدین توی کشور و کار ندارین و سابقه اعتباری ندارین، چند ماه میتونین پیش پیش بدین. ولی این رو لندلورد نمیتونه اجبار کنه که شما به عنوان که تننت من باید حتما 6 ماه اجاره رو پیش پیش بده. اگر که مشکلی بین لندلورد و تننت پیش بیاد، ترجیحاً بهتره که بین همدیگه این مشکل رو حل و فصل کنن و نذارن مشکل بزرگتر بشه. تمام مشکلاتی که بین لندلورد و تننت هست یه جایی هست به نام لندلورد تننت بورد. توی تورنتو اگر که گوگل کنین میتونین لندلورد و تننت بورد توی اونتاریو برین توی وبسایتش، فرم های مختلف هست که اگر که اعتراضی هست از طریق لندلورد به تننتش میخواد نوتیس بده که بلند شه، یا اگر که مستاجر اجارش رو پرداخت نمیکنه میتونه نوتیس اخطاریه بهش بده. همه این فرم ها توی وبسایت لندلورد تننت بورد هستش و لندلورد تننت بورد جایی هستش که مشکلات بین لندلورد و تننت ها رو حل و فصل میکنه. اینها وبسایتی دارن، تمام اطلاعات اونجا هستش. خط تلفنی دارن که اگر که مشکلی دارین بین لندلورد و تننت مشکلی هست، میتونن به اون تلفن زنگ بزنن و اطلاعات بگیرن و اونا کمکشون میکنن که این مشکلات رو حل کنن.
وبسایتش هست LTB Landlord Tenant Board هستش که مخففش هست ltb.gov.on.ca، همون وبسایت های استاندارد دولت اونتاریو هستش که gov.on.ca هست آخرش. اولش LTB رو که اضافه کنین Landlord Tenant Board وبسایت میاد و میتونه اطلاعات از اونجا بگیرین، شماره تلفنشون رو میتونین زنگ بزنین. اگر هم سوالی داشتین که ما بتونیم بهتون کمک کنیم، حتما با ما تماس بگیرین، زیر برنامه ما کامنت بذارین، به کامنتاتون جواب میدیم. اگر سوالی هست ایمیل بدین، ایمیلاتون رو پاسخ خواهیم داد در اسرع وقت. و امیدوارم که این برنامه یک مقدار بتونه رابطه بین لندلورد تننت رو مشخص کرده باشه، چه لندلورد باشین چه تننت باشین. امیدوارم که این برنامه بهتون کمک کرده باشه. توی برنامه بعدی ما همکار من خانم افسانه عسقری در مورد قراردادهای فروش خونه باهاتون صحبت خواهد کرد که بهتون توضیح خواهند داد که قراردادهای فروش خونه چجوریه و کاندیشن هایی که توی قراردادها میذارین به چه ترتیبی هست و چه اتفاقاتی میفته. و امیدوارم که این سری برنامه هایی که ما براتون تهیه میکنیم مورد قبولتون قرار گرفته باشه و برنامه های ما رو از شبکه MG دنبال کنین. و از صورت خیلی ممنون که با ما بودین. موفق باشین.